اواخر چند ماه قبل از این یک نامه‌ای برای من آمد از اون بانویی که در قضایای منا به شهادت رسیده بود، بانوی ترکمن. خانواده ایشون برای من نوشته بودن که ایشون حالا یا همین سفر یا سفر قبل مکه رفته و استشهاد کرده اینکه رو از طرف حقیر رفته زیارت. این خیلی مهمه. یه بانوی ترکمن بدون اینکه من او رو بشناسم، نام او رو بدانم، این بلند میشه به نیت نیابت از این حقیر، بلند میشه میره سفر مکه و حج میکنه و بعدم این رو استشهاد میکنه. استشهاد کردن، نوشتن و امضا کردن، برای ما فرستادن چند ماه قبل از این. اینا اون چیزایی است که در کشور ما، در ملت ما، این چیزها اون نقاط قوت حقیقی است. این جنگ نامتقارن که گفته میشه جنگ نامتقارن، معناش این است که یک طرف از یک وسائلی و ابزارهایی برخورداره که طرف دیگه اون ابزارها رو نداره و حتی گاهی نمیشناسه. یه مصداقش همین، این محبت ها، این ارتباط ها، این هماهنگی ها، چیزهایی است که طرف مقابل ما که استکبار جهانی، صهیونیسم از آمریکاست، اینا اصلا اینها رو نمیدانند و نه حتی میشناسند و نمیتونن تحلیل بکنن.